بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام احترام آرزو دارم جور و باشین شاگرده از زگران قدر درس های بیولوژی را تقیب میکنین به بیولوژی سنف نوهم رسیده بودیم درس بیست و آخرین درس بیولوژی سنف نوهم فصل نوهم کتاب است انوان پرابلم های محیطی و ال ها یعنی در محیط ما چی مشکلات از نظر بیولوژیکی ایجاد میشه و چطور میتونیم حل کنیم وقتی بیولوژیکی میگیم هدف ما موجودات زنده است این موجودات زنده چی انسان باشه چی حیوان باشه چی نبات باشه چی مایکروارگانیسم های کوچک باشه اگر در اینا بینظمی ایجاد میشه بینظمی هر کدامش میتونه در زندگی خود ما انسان ها مشکل خلق کنه فرض مثال قطع جنگل ها میتونه سبب آلودگی محیط شوه میتونه حرارت زمینه بلند بره یا تولید بعضی مواد کیمیاوی که میتونه مواد موجودات زنده را از بین ببرن بینظمی ایجاد کنه بنابراین ما بر زمین چی کرده میتونیم یا مصرف بیروی آب میتونه موجودات زنده را به خطر مواجه بسازه اما تو خاک هر چیزی که از ایکوسیستم بینظم شود شاید شما در مورد آب، هوا و خاک آلوده یا در مورد تخریب و از بین رفتن جنگلات یا نازک شدن طبقه اوزون و, و خطر آن اخطارهای باشید سعی کنین دوستان نازنین ما هر روزه میشنوین که میگه زمین بالا رفته میره هر روز میشنوین میگه خیر قطب شمال از بین میره هر روز میشنوین میگه طبقه اوزون ضعیف شده اوزون یک طبقه از اتمسفیر کی و چی میکنه مانی ورود شای ماورای بنفش میشه که یک شای خطرناک است که میتونه سبب مرگ میر سرطان ها شود چی طبقه را خراب میکنه آلودگی دود دودی که از فابریکا و موترات تولید میشه مصرف سلاها ها آیا اختارهای دیگری هم شنیده اید بعد از انقلاب صنعتی در سال عبدسد مردم بیشتر متکی به ماشین ها گردن که در نتیجه مواد مزره مزره زیاد داخل هوا آب و خاک گردید خب همچنین انداختن مواد اضافی و بیکاره افزایش روزمره نفوس و انکشاف سریع صنعت و تکنیک در جهان عوامل که سبب ایجاد پرابلم ها در محیط زیست و زندگی انسان ها شده و زندگی را به خطر مواجه می سه. یک بار به خاطر که امی مهم است بیرون نویس شد براتان ببینین مواد مزره مواد مزره مثلا دوستای نازنینم در دود موترها فرض مثال موادی است که میتونه به محیط زیست مشکل ایجاد کنه این مواد مزره چی میکنه هوا را میتونه خراب بسازه و هوا خراب شد ما و شما تنفسش میکنیم خراب میشیم آب میتونه آلوده بسازه که ما و تمام موجودات زندگی که از آب استفاده میکنه به مشکل مواجهش خاک میتونه آلوده بسازه همچنین انداختن مواد اضافی و بیکاره مواد اضافی سعی کنید دوستای مثلا ما و روزمره چقدر جنگلی تولید میشه دوره بر ما که قسمت از این مواد پلاستیکی است و این پلاستیک محیطه خراب میکنه یا بعضی جا که مواد استوی استعمال دارن تفالی استوی چقدر خطرناک است افزایش روزمره نفوس زیاد شدن نفوس هم خودش یک جنجال است که از توانایی زمین زیاد شده میره و انکشاف سریع صنعت و تخنیک در جهان صنعت خودش میتونه مشکل ایجاد کنه خب بنابراین برای زندگی مسئول باید از آلودگی محیط زیست خود جلوگیری نماییم تا پرابلم های محیط زیست نداشته باشیم از همین لحاظ شما در این فصل با پرابلم های محیطی حل پرابلم های محیطی و اجزای ناشنایی لازم حاصل می نمایید. تا بتوانید در جلوگیری از آلودگی محیط زیست خود سهم بگیرید و دیگران را از ضررهای آلودگی محیط زیست با خبر ساخته و در حل پرابرام های محیطیان کمک کنید مثلا دوستای نظریم از خلطه پلاستیکی کمتر استفاده کنیم خلطه کاغذی یا خلطه در خانه جور کنیم و دود زیاد تولید نکنیم و درختار قطع نکنیم برعکس درخت بشونیم و جنگلی ها رو بی جای نندازیم این کارا رو بکنیم محیط ما پاک کردم در غیر از شما سعی کنین یک کاکسی از دریای کابل بر شما گرفته از پدرایتون پرسون کنین یک روزی دریا بسیار مقبول آب داشت حال شما ببینید چی مرداریایی نیست که دای در دریا نیست غیر آب خوب دیگه هر چیز دیگه پیدا میشه آلودگی های محیط زیست آلودگی عبارت از تغییر ناخواسته در محیط زیست است این تعریف آلودگی است این یک سوال برتان میارم آلودگی چیست تغییر ناخواسته در محیط تغییری که طبیعی نیست انسان خراب میکنه توری که از آن کیفیت محیط زیست پایین میآید آلودگی ها ممکن است طبیعی باشند یعنی منشه آنها از خود طبیعت باشد مانند طوفان ها که سبب برخواستن گرد و خاک می شوند یا یعنی آتش فشان ها که مقدار زیادی دود و گازات مختلف تولید می کرد. اما امروزه آلودگی هایی که منشه آن فعالیت انسانی از خطرهای زیاد برای سلامت محیط زیست و موجودات زنده دارند به نان آلودگی چند نوع از دو طبیعی و مصنوعی طبیعیش آتش فشان که انسان ها تولید می کنند. این آلودگی ها را آلودگی های مصنوعی می که انسان تولید میکنه. زیرا منشیان ها در طبیعت وجود ندارد مانند آلودگی هوا بر اثر دود فابریکه ها و موترها اینی مصنوعی است در گذشته نبود ما جور کردیم در خود طبیعت نبود آلودگی, ها... آلودگی هوا آب و خاک از انواع آلودگی های است که پرابلم های محیطی را به وجود می آورند در اینجا به طور جداگانه هر یک از این آلودگی ها را توضیح می دهیم اول آلودگی هوا ایر پولوشن ارگا یک یا چند مادی آلوده هوا با غلظت معین برای مدتی در هوا موجود باشد طوری که با به انسان نبات حیوان یا اشیا زیان رسانده و باعث پایین آمدن کیفیت محیط گردد آن هوا را هوای آلوده میگیم یعنی در هوا چیزایی باشه که بتانه به انسان یا هر موجود زنده دیگه یا نباتات صدمه برسانه مثلا شما فرض مثال در دود موترها سرب است این سرب در آزاد میشه ما تنفس میکنیم ما رو خراب میکنه خیلی هوایی که صدمه برسانه برای ما یا موجودات زنده او هوا هوای آلوده است امی تعریف شد مواد آلوده کننده هوا شامل گازات دود فابریکا، دود موتر، دود ماشینالات، داشت های مختلف مثل داش خشتپزی، بخاری، زغال سنگ، تیل، چوب، گاز دبی، گرد و خاک متاسفانه زمستان ها دیدین تیر می سوزانند. بخاری خود دود میکنه خانه خود گرم میکنه اما محیط خراب میکنه و ای گنام دار از نظر دینی دود و گازاتی که تولید میشن شامل کاربن دای اکساید کاربن مون اکساید سلفر اکساید کاربن دای تولید میشه کاربن مون اکساید سلفر دای اکساید و اکساید های نایتروژن که پنج نو اکساید داره نایتروژن فرض مثال آلی این دو سی رو بگیریم و بعضی هایدروکاربن ها بوده که هر کدام به نوی باعث آلودگی هوا میشود اینی این مواد آلوده کنند است هرگاه مقدار این گازات در فضا زیاد شد بالای حیوانات و نباتات تاثیر منفی نموده و برای صحت انسان ها مضر و خطرناک می باشد چنانچه اگر گاز سلفر دای که از سوختن زغال سنگ تولید می شود تنفس شود سبب تخریش چشم بینی و ششها می شود و تا سبب مرگ چرا سلفر دای که تا بدن ما تامل می کند سلفر اسید یک تیزاب است این تخریش می کند سلفر اکساید برای نباتات نیز مضر است زیرا سلفر دای اکساید از طریق سوراخ های جرات برق داخل آن شده و در مجرای رطوبت همراه آب تیزاب گوگرد را می سازد. خب سلفر دای اکساید تیزاب گوگرد نمی سازد سلفر ترای اکساید تیزاب گوگرد می سازد این دوستای اسید یا تیزاب گوگرد تیزاب گوگرد باعث این است تیزاب و گوگرد باعث پژمردگی و حتی از بین رفتن و جرات برگ گردیده و روی آنها لکه های زرد رنگ تولید میکند همچنین تیزاب و گوگرد باعث فرسودگی ساختمان ها و فلزات روی زمین هم میشه غیر زنده جان ها را مازار می ده اکساید یک امده هوا بوده که یک قسمت آن تاس نباتات جذب و از آن در ساختن مواد غذایی به کار او گفته که اگر نباتات زیاد بشونیم بسیار کمک ما میکنه تا دنیا علم سرزمین کار میکنه چون تو نباتات پیدا کنن که این نباتات کاربن دایکساید بگیره به گلوکوز تبدیل کنه عمل ترکیب زیوا. و اکسیژن محیط پاک بسازه این در ترکیب زیادی در موجودیت نور آفتاب و کلوروفیل صورت میگیره در غیر از او کاربن دایکساید در دا محیط زیاد شده میره و خودش میتونه امرای آب تامل کنه با اسیدی را جور کنه. کسی خب و قسمت دیگران به دورا دور زمین یک طبقه کاربون دایکسار رو تشکیل میدهد زمانی که حرارت آفتاب به زمین میرسد یک مقدار توسط زمین جذب و مقدار دیگران منکس میگرد ولی طبقه کاربون دایکسار در حالت مسکور رو جذب نموده و نمیگذارد از سطح زمین فرار کنه کاربون دایکسار در حالت جذب شده رو به تدریج به اتموسفیر داده و سبب رفتن در جرارت میشه گرفته ای زمین باشه یا هوای اطراف زمین. شای آفتاب که شای آفتاب که وارد شد پس انکاس میکنه یه قسمتش 50 درصدش جذب میشه 50 درصدش پس انال کاربن دای چی میکنه کاربن دای اکساید مثلا ده اینجا است این میره نمیمونه که پس انکاس کنه جذب میکنه هوا رو گرم کرده میره هوا گرم شد حالت زمین خراب میشه تب میکنه زمین ذخایر یخ از بین میره آب خیزی زیاد میشه ممالکی که نزدیک به هستن غرق میشه بسیار یک جنجال کلان ایجاد موضوع دیگه دوستای نازنینم آلودگی آب است آلودگی هوا را فهمیدیم که در اثر دودی که تولید میشه در این دود گازات میباشه این گازات میتونه بارانهای تیزابی را به وجود بیاره و همچنان کاربن دی اکسایدش چی کار میکنه در اتمسفر ذخیره میشه شوهای آفتابی که باید پس گرمی خارج شوه زمین نمیمونه خارج شوه اتمسفر گرم میکنه در نتیجه حال زمینه خراب میکنه آلودگی هوا یا واتر پولینیشن چی میکنه واتر پولیشن چی میکنه طبق تعریف سازمان سیهی جهان آب وقتی آلوده گفته می شود که بر اثر فعالیت انسانی در ترکیب یا خواسان به طور مستقیم و غیر مستقیم چنان تغییراتی وارد شود که بر اثر این تغییرات آب برای مصارفی که قبلا در حالت طبیعی به کار می رفت نامطلوب گردد سعی کنید سابق مثلا نمی آب قابل استفاده بود آب طبیعت انسان کارایی کرده در اثر فعالیت انسان ای آب دیگه قابل استفاده بر انسان نیست مثلا مواد در آب انداخته که آب کسیف ساخته خب مثال شما شما در یک کابل دیگه دیدین او آب آلوده شده یعنی آبی که بتانه انسان پس مریض بسازه او آب آبای آلوده است. و ای از اثر چی؟ از اثر کار فعالیت انسان گفته میشه مزرترین موجود بر ایکوسیستم انسان است یا به عباره ساده هرگاه مقدار مواد خارجی در آب به حدی برسد که استفاده از آن سبب بروز اثرات زیاناور گردد آن را آلوده می رومند. در خود آب طبیعی و میکروب هایی است ولی به نیست که بتونه بر بدن ما ضرر برساند اگه نمی مواد اضافی یا عناصری اضافی شوه یا میکروبا اضافی شود که به بدن ضرر برسانه آب آلود است خلاصتا در یک کلام آبی که به بدن ضرر برسانه آب آلود است و از اثر فعالیت انسان شده می دانیم که آب اضافه تر از دوی بر سه سطح زمین را پوشانیده یعنی حدود 70 درصد زمینه آب پوشانیده صرف 3 فیصد آن آب تازه می باشد هزینه می حدود 60 70 یا 75 درصد آب زمین سی درصد آب تازه است آب تازه آب دریا آب چشمه آب بحر آب شور است آب خراب است انسان نمیتونه بخوره 3 درصد که آب تازه است خوبش است و او را ما متاسفانه خراب کرده رویستیم که مقدار زیادان در قطبین به شکل یخ وجود دارد آب تازه جهیل ها دریا ها چشمه ها و چاه ها صرف یک دهم فیصد آب روی زمین را رو تشکیل می دهد. حیات نباتات، حیوانات، انسان و دیگر موجودات زنده به آب ارتباط دارد. متاسفانه انداختن و رها ساختن آب و مواد فاضلی خانه ها، شهرها، فابریکه ها، آب فاضلی کشتزار در دریاها، چشمه ها و چاه ها باعث آلودگی آب و شیوع بیماری ها میشه. چی میکنن بعضا در شهر کابل دیدین آب تشنابا به آب یک جای میشه در اطراف مثلا آب زمین آب دادن او کود کودی کیمیاوی داره به یاب آب می آبالده می متاسفانه اینی دلایل است آبهای فاضله زراعت در قد آبهای که از سر استعمال کود حیوانی کود کیمیاوی دوای شرکش مثل دی دی, تی. دی, دی تی مخفف است دای کلورو دای فینایل ترای کلورو ایتان اینه تو مانا میتا بیان که فرمولش هم برتان نشته کنم دوستای نازنی میترس خواه دای دای کلور و دای فینایل اینی هلقی فینایل است یک کلور اینجا داره فینایل است یک کلور داره دای کلور و دای فینایل ترای کلور و ایتان اینی مخفف از همین دیدیتی است این یک کشره کش است خو مقصد استعمال شد میتونه آب آلوده کنه و انواع دیگر دواها ها آلوده شده با بعد از رسیدن به آبها دریاها و چشمه ها میتونه آلودگی ایجاد کنین نمونه یک آلودگی آب شما در دریای کابل میتونین ببینین و یک دفعه در انترنت شما پاپالین دریای کابل سابقه شبینید یک چیاب نیلگون مقبولی پر بوده خب وچه ها استفاده از آنها نه تنها به انسان ضرر دارد بلکه برای ماهی ها و حتی برای پرندگانی که از ماهی های مذکور تغذیه می نیز مضر و خطرناک است کنید آب مال و مال ساختیم. ماهی از این استفاده میکنه، ماهی را مریض ساختیم پرنده می از این ماهی استفاده میکنه، اون او را مریض ساختیم یک کل طبیعت به هم می همچنین موجودات زربینی مثل باکتریا و ویروس ها نیز با سالودگی آب شده و سبب تولید امراض می شود. تیل در آب در سطح آب نیست با سالودگی آب می شود زیرا طبقه تیل که بالای آب تشکیل می شود مانی دخول شای آفتاب و اکسیژن در آب گرده و بس بعضا باعث مرگ زنده بحری می شود تیل در آب کفتید آفتاب و نمی مانه اکسیژن نمی داخل بره باز اونجا خرابی می شود خب. آلودگی آب برخلاف آلودگی هوا و آلودگی صوتی یک مسئله شهری حساب نمی شود. بلکه مسئله آلودگی آب علاوه بر شهرها با محیط های نیز کشانیده شده است زیرا دریاها چشمه ها و چه در دهات نیز به سر بی انسان ها آلوده می شود همچنین آبهای زیرزمینی از اثر نفوس آبهای ناپاک مبارس ها خندق ها مواد کیمیایی فبریکه ها و آبهایی که از اثر شستشوی لباس ظروف آشپزخانه و موترها و نیز آبیاری زمین های زراعتی در زمین جذب میشوند آلوده میگردد که متاسفانه هیچ طریقی موثری برای جلوگیری از آلودگی آن در نظر گرفته نشده است سعی دوستایی دوستای چاه های بدرفت میکنند، ای چا موادش نفوذ میکنه در بین آب خراب میکنه بلند منزلا یا مثلا مترشوی میکنن یا آب داب زیر زمینی میرال ده مثلا خلاصه آبای زیرزمینی زمینی هم از دست ما خراب شده بنابر بنابراین کوشش شود تا مبرز مو... از چاه منزل به قدر کافی دورتر امار و آبهای تشنا باش پس خانه و کلوشوی را نگذاریم به چاه های چاه ها, چشمه ها و دریاها ها که منبی مهم آب مورد نظر ماست داخل شود نمانیم که نمی آبای آلده به آب رسایی یک جای شود آلودگی خاک دوستان نظر آلودگی هوا را فهمیدیم آلودگی را بفهمیدیم آلودگی خاک یا سویل پولیشن خاک بخشی از قشر زمین است که از اثر تماس با اجزای زنده و غیر زنده محیط تغییر می کند قشر خاکی زمین که نباتات در آن رویده می تواند از یک الا متر عمق دارد یک تا سه مترش شمی خاک زراعت است که از اثر متلاشتن کامل یا نیمه کامل سنگ ها و سخره ها امرا با مواد عضوی در مراحل مختلف به وجود آمده است در هر محیط یک نوع خاک مخصوص وجود دارد که از لحاظ گذشته زمان و مشخص کیمیایی تفاوت دارد چون از خاک به منظور کشت و زراعت استفاده میشه بنابراین این انسان ها برای از بین بردن امراض و آفات زراعتی و بهبود کمیت و کیفیت محصولات زراعتی مواد شیمیایی مختلفی چون اشراکش ها ادویه های از بین برنده کرما و میکروب های نباتی و کود شیمیایی و دوای ضد گیاه ارزه را استعمال می نماید که استعمال دوای مذکور علاوه بر این که اشرات و میکروب ها و گیاه های ارزه را از بین میبرد سبب آلودگی خاک نیز می شوند آلودگی خاک باعث آلودگی محصولات زراعتی گردیده و انگامی که انسان ها از محصولات نباتی از محصولات حیوانی که از نباتات آلوده به مواد شیمیایی تغذیه میشن استفاده نمی زندگیشان با خطر مواجه گرده بعضی اوقات سبب مرگ میشه بس با وجود آمدن سرطان ها و شما یک کار دیگه کنین مثلا یک دفعه عکس زمین در اینترنت پیدا کنین فرض مثال از هزار سال قبل میبینین چی مقبول سرسبز و خوبش است و از این بزرگ میبینین که چقدر خراب شده تا 100 سالش شما تفاوت آلودگی صدا در پالی هوا آب خاک صدا هم آلودگی ایجاد میکنه سر صدای زیاد مشکلات گوش مشکلات عصبی به وجود میاره ساوند پولیشن به طور عموم صداهایی که انسان مایل به آن نیست حتی صدای موسیقی که به طور ناخواسته به گوش انسان برسد و سبب برهم خوردن آرامش انسان شود آلودگی صدای آلودگی صوتی یاد میشه یعنی هر صدای آزار دهنده به انسان آلودگی صوتی است به عبارت دیگر آلودگی صوتی وقتی است که صداهای بلند و انواع صدای ناخواسته در محیط باشه مثل آرند موتر بعضی موتران آرند موتر درک نوع صدا به عنوان آلودگی صوتی به طرز تلقی فرد درباره صدا ارتباط داره یعنی بعضیا نظر به فرد فرق داره شاید بعضی از یک صدا لذت برم بر بعضی دیگه آزار دهنده باشه یعنی صدای مطلوب برای یک شخص ممکن است صدای نامطلوب برای شخص دیگر باشد از آنجایی که محیط آرام و بدون سر صدا خوسن در انگام استرات خواب انجام فعالیت‌های فکری از جمله نیازهای اساسی انسان به هر صدایی که به نحوی آرامش انسان را مختل کند آلودگی صوتی محسوب می‌شود کسای که خانشون نزدیک سرک متره است فرضا یا علبی سازی است این آلودگی برخلاف دیگر آلودگی ها مخصوص محیط های شهری و مناطق پر جمعیت و بلخواست مناطق سنتی می باشد به طور مثال سر و صدای ناشی از حرکت موترها، ماشینالات، ساختمانی، کارخانه ها، صداهای بلندتر از عد رادیو، تلویزیون و صدای بلند تیاره و غیره میتونه مشکل ایجاد کنه. عواملی که سبب آلودگی سوتی میشه. خواب چی با مشکل با وجود میاره آلودگی سوتی اثرات آلودگی سوتی بر انسان به صورت عموم شامل اختلالات روانی بر هم خوردن تمرکز فکری کاهش قدرت شنوایی نباید تصور شد کادت کردن به سر صدای زیاد و بلند دلالت بر مسئونیت در برابر است بلکه این عادت در حقیقت کاهش اساسیت بوده و اثرات نامطلوب خود را دارد مانع از نیست که ما بگوییم مکتی صدا عادت کردیم نه او تاثیرات بعد خود داره ما از بین رفته ولی مشکل پیش میره خب این چار آلودگی رو فهمیدیم حلش چی است؟ با ازدیاد نفوذ در جهان برای منابعی که انسان از آن استفاده میکند ضرورت بیشتر میگردد مثلا غذا مواظبت صحی خانه ترانسپورت و غیره بنا نقش نفوذ زیاد میشه به این چیزا ضرورت پیدا میکنیم که همه این نیازها بالای محیط زیست تاثیرات خود را به جا میگذارد یعنی وقتی نفوذ زیاد شد کارخانه ها باید زیاد کار کنه کارخانه زیاد کرد دود بیشتر تولید میشه خلاصه گدولی است ارگا مردم از این منابع به صورت درست واقلان استفاده نکنند در حقیقت بالودگی هوا آب و خاک که در این صورت محیط طبیعی سالم از بین رفته در نتیجه انواع موجودات زنده نیز از بین خواهند رفت ولی راه های موجود است که انسان می توانند محیط را محافظت نمایند که قرار زایل است اول خواه امین نفوس کوشش کنیم زیاد اولاد نبریم دو تا سه تا خوب تربیه بتانیم کم کردن آلودگی محیطی آیا گاهی فکر کردید که برای حفظ محیط زیست و از بردن آلودگی چی کارا ضرور است اگر فکر نکردین به این که بگویم براتون آلودگی محیط را میتون به طریق های مختلف کم بسازیم مثلا تا حد ممکن در زندگی روزمره از اشیای استفاده شد که باعث آلودگی نشود مثلا برای فاصله های کم از بایسکیل استفاده کنیم نه از موتر زیرا دود موتر آلودگی میشه یا از ماشین و موترهای استفاده شد که دارای فیلترهای تصفیه دود باشه این یک راست در خانه فابریکه مارکت و ادارات دولت توجه شد تا اشیای بیکاره مثل پلاستیک و باقی سبزیها سبزی ها و میوه ها و مواد غذایی پس مانده و دیگر مواد اضافه بیکاره را به صورت منظم در خریته انداخته و زبالدانی نزدیک انتقال داده شود از انداختن کثافات و اشیای بیکاره در سرک و پارک جلوگیری نموده و در پاک نگه داشتن محیط توجه شود سطح آگاهی مردم در مورد آلودگی و تاثیرات و منفیان بر صحت و سلامتی انسان و دیگر بالا برده شود شود خب موضوع دیگر گوش کنین استفاده استعمال دوباره یا ریسورس آیا گاهی ظروف چینی شکسته خانه را عوض این که دور اندازه ترمیم کرده اید؟ اگر این کار را کرده باشید در قد با استفاده مجدد آنها بعد از ترمیم هم به صرفجوی منابعی که چینی از آن ساخته می شود و هم به اقتصاد و پاکی زیست خود کمک کرده زیر استفاده مجدد از شاید یک طریقی مهم حفاظت از منابع می باشد به با همین ترتیب استفاده مجدد از های کهنه چوب، مواد تعمیراتی و غیره طریقای حفاظت از منابع و کمک به اقتصاد خانواده و در نهایت کمک به اقتصاد کشور است. دوران دوباره یا ریسایکل یکی از مثال های دیگر استفاده دوباره بر دو دوران دوباره است و دوران دوباره در جلوگیری از زیاد شدن مواد است بعضی اوقات از مواد قابل دوران میتوان عین مواد اولی را ساخت مثلا کاغذ قابل دوران را میتوان به کاغذ جدید و از آن طبق سابق استفاده کرد مثال های دیگر از مواد قابل دوران پلاستیک است مثلا این ظروف پلاستیکی کونه شده را پس میندازن دگه دیگه دور میکنن کاغذ قوطی های هم، چوب شیشه و آهن و غیره اگر از کاغذ قابل دوران مجدد کاغذ استفاده شود در میلیارد میلیاردها درختی که برای ساختن کاغذ تولید اکسیژن سرسبزی محیط و حفاظت خاک از آن استفاده میگردد از قطع کردن نجات داده ایم همچنین استفاده مجدد از قوطی های المونیمی قابل دوران دوباره از 95 فیصد مصرف انرژی که برای تبدیل نمودن منرال المونیم به المونیم به کار رفته جلوگیری میتونیم خلاصه فصل نهم هر عاملی که حالت پاک محیط زیست را به تغییری که مردم خواهان آن نمی باشد سبب گردد به نام محیط زیست یاد میشه تعریف نمی. افزایش روزمری نفوس و انکشاف روزافزون صنعت در جهان هم عواملی است که سبب پرابلم های محیط زیست گردد آلودگی هوای عبارت از داخل شدن گازات و دودهای حاصل از سوختن زغال سنگ، پترول، گاز طبیعی و چوب به هوا می باشد. خاک توسط کودی کیمیایی، دواهای شرکش، دواهای زیرگیاهان ارزه و ادویه های آفات نباتی و حیوانی آلوده می شود. آب توسط مواد اضافی و بیکاره آشپزخانه ها فابریکه ها بیکاری آشپزخانه ها و فابریکه شهرها آب اضافی که بعد از آبیاری کشت و زراعت به دریا چشمه و ها را پیدا میکنن آلوده می شود سوالات فصل نو و فصل آخر دیگه مربوط شماست شاگردای از دوست داشتنیم ما و شما این یک کتاب دیگر هم خلاص کردیم بیولوژی صنف فافت اش نو تدریس شد شاگردای نازنینم خب شما کاری که میتونید این در سر خوب استفاده ها ما که وقتی درس ها رو بر شما ارائه می کنم از بسیار کار می گذرم نازنینم خودم درس نمیخونم کار نمیکنم کنم میم ساعت ها میشینم درس ثبت میکنم مصرف بسیار گفت قبول کردیم تا این ثبت میشه کامرا تیار میشه ای دت میشه می ای, می ای در اضافه میشه شما کاری که می خیلی مصرف مصارف و انرژی و اینا کل سب سر شما من هیچ پول ذخیره نمیتونم کل مصرف نکنم ولی لطفا ببینید بی درس ها. به دیگه دوستایتان بگوییم یعنی اگه اون وقت شاید در ذهنتان میگرد ما کتمی استاد چی هم کاری میکنیم ویدیو را ببینید بیشتر نشر کنید متاسفانه ما یک درس سب نکنیم 400 نفر بیننده نداره. همین که زیاد ببینیم هم اگر کدام پولی زیاد چه که ما بتونم دوباره بر شما مواد درسی خوبتر آماده بسازم هم بیشتر شما که استفاده کنید ما خوش میشم بنابراین اینی هم است دوستای نازنین متاسفانه نمیکنیم مو به دروغ بازگیری هم میکنیم و چرا دروازه مکتب دای ما بسته است شاگرد های گلم دروازه درس خوب بسته نیست من خود درس ثبت کردم چی وقت میبینم یک افغان ما دو دشنام یکی ده و میزنه که دیگه خودت ده میلیون نفر میبینه و ویدیو را ویدیوی ده و ده میلیون میبینیم از دول زت میبریم از درس نمیبریم خب تنها مستم که استقامت کردیم دیگر هر کس درس به تو کس درس چه خود درس نمیده ده ها شروع کردن بعد از اینکه من درس شروع کردم اونام یک ویدیو ثبت کرد دید کس نمیبینه رفتن پشت کارو تنها این می برادرتان مانده که زحمت نکش چند شما اگه یک نفرم نبینین ما با خدای خود تعهد کردیم مسئولیت میدانم ما کل درس های اول تا دو سر خلاص میکنم ولی شما رفاقت تا نیست کار کنین همچنان اگه پدرایتون پولدار است بیاین سیستم از سرمایه گذاری کنین خوب بسازیم سیستم مدرن شوه مواد درسی خوب بیارن اگه میرن خارج که ما خوب در ثبت کنیم امکانات باشه یعنی شما تو فکر نکنین تنها امی فرد مسئول جامعه ما هستم نه ما یک آدم مظلوم و که هیچ نوع امکانات در دسترس من نیست خودم کار میکنم پس در این سیستم مصرف کردم در ست ست جای تو بی جای مصرف میکنین بیاین اینمی سیستم تقویت کنین در ها رو بگیرین استفاده کنین کار کنین شما هم مسئول بدانی نو درمیادم کار میکنه ما چی کردن میتونیم قرار نیست یک آدمی که خدمت میکنه تنابانیم به خدا نادوه نیست چند سال میشه ما درس میتونیم یک نفر نمیگه خیر بیبینی بیگینی کمک میکنی. سیستم ما میکنیم این سیستم خوبتر انکشاف بدیم ما کل با یک مشکلات جمع میکنیم یعنی میریم مواد مستعمل پیدا میکنیم ارزانتر که کار ما تحیه یک چیز نو ما خریدن میتونیم خود تناکلش نیست نیست و این درس ما کی سب میکنم بر اولاد شما بر شما من خواه اولاد خودم تنها دفن باشه در خانه برشان درس میکنم. ولی سعی کنین من کل دانش خود در اختیار شما نیم زیاد مردم و حاضر نیستن دانش خود در اختیار دیگاه قرار بدن اون شما میبینین که یک تجارت تجارت دانش از یک مکتب جور میکنه یک بانتون جور میکنه درس خود ما فروشه ولی من میگم نیمی در خدمتتان وقت ما انرژی ما دوری جوانی ما کل سرخی سرشون ولی شما هم همکاری کنید اینا جوه نیست حاجی هستی میلیون ها دلار داری در بسیار جای ها مصرف میکنی اگه یک جای نمایشی باشه کار میکنی کمک میکنی اما من چند سال میشم این ماجی با کجا هستی یک حاجی صدای ما رو نمیشنه یک اولاد حاجی درس ما رو نمیبینه نوجوانی است نیست به نظر من دیگه و شما خودتان میفهمین ولی من متحد هستم کار میکنم و از شما شاگردای عزیز خواهش میکنم درس بیشتر ببینید دیگران خبر کنین ببینن افغانستان با سواد زیم است افغانستان با و ما بخیر برتون کل مزامینه خلاص میکنه روز دیگه بخیر صنف در بیولوژی شروع میکنیم شاگردای کنکوری عزیز ما متوجه باشن چون ضرورتشان است در کورس و اکثرا مضمون بیولوژی تدریس نمیشه دیگه بخیر اون درسای سایه صنف در سای سنف شروع میکنیم و هم تو پیش میریم بخیر باز یک دفعه که نصاب افتا دوازده تکمیل کردم سنفای پایین هم برنامه دارم خیر که چطور کار کنیم و چطور بتانیم سطح آگاهی مردم بلند ببریم دیگه یک کار خیر و بسیار جای ثواب است یعنی ما اگه یک کسی یک بوجیارد کمک میکنیم تنها نان دادیم ولی اگه درس یاد دادیم نان پیدا کردن یاد دادیم دیگه او خودش میتونه کل مرصد ها بوجیارد دیگه بخره از علم خود ما خصد بوجهات کمکش نمی یکی از جایی که کمک می همین سیستم درسی ماست که ما بتانیم موادار خوب بر مردم برسانیم و درس های با کیفیت ثبت کنیم به هر صورت خواستم یکی یادواری کنم مسئولیت شما رو. ولی در پالی کلیزی که فامی که تقیب هم میکنین خانه تان آباد آرزو داریم یک روز افغان ها قلم پیدا کنن که وقتی مردم دو میزنه او را ده نفر ببینه ولی وقتی درس رو میشه، ده میلیون نفر ببینه دیگه دعا میکنیم در دست ما می دعا کردن است و اگر تا زنده باشم ما کل عمر خود هدف که شما هر هدفی اونها شما پیش خود شاید داشته باشین شاید بس تا هدف مثلا بلند منزل جور کردن خانه خریدن چکر رفتن خارج و امثال هم, هم تجارت های کلان نیست ما کل عمر هدف خود ادمی تعیین کردیم که تا زنده هستم برتون درس میکنم دیگه و از روزی باز بسیار لذت میبرم که در مصایبی موفقیت های شما یا که چطور موفق شدی یک کمی ما هم در ذهنتان برسیم که در سای ما هم تهداب برتان من یک شروع و یک انگیزه برتان داد بسیار زیاد دوستتان داریم تا درس بعدی که سنف در رو بخیر شروع میکنیم تمامتان به خالق یک تا میسپارم شب و روز خوش داشته باشیم